مرتضی، فعالیت زنان و کارزارهای اخیر به گونه ای بوده که رهبر جمهوری اسلامی هم نتونسته بهش واکنش نشون نده. بله، امروز در صحبتهایی که داشت با ائمه جمعه ایران که به نوعی بازوهای سیاسی ایدئولوژیک شخص اول نظام محسوب میشن، اونجا اشاره کرد به طور صریح و تاکید کرد که خودش در رسانه ها و رسانه های اجتماعی تعقیب کرده و لمس کرده. اما جالبه، از یک طرف آقای خامنه ای واکنش نشان داد و از طرف دیگری واکنش نشان نداد. به چه واکنش نشون نداد؟ به خشونتی که دارن زنان ایرانی متحمل میشن و این برخوردی که گشتای ارشاد داره میکنه و اعتراضی که وجود داره در جامعه ایران، هم به حجاب اجباری، هم به برخورد گشت ارشاد. حتی چند ده هزار زن محجبه کارزاری رو انداختن اونجا، اعتراض کردن، اما آقای خامنه اینها رو نمیبینه، یا به تعبیر دقیق‌تر با وجود اینکه مشاهده میکنه در رسانه‌های اجتماعی و خودش لمس میکنه، اما نمیخواد واکنش نشون بده، توجیه میکنه و توپ رو میاندازه به زمین رسانه‌های خارج از کشور یا اون کلید واژه مطلوبش دشمن، بدون اینکه ریشیابی کنه. و البته همزمان توضیح میده و میبینه که بهتره در پیوند با دین و دولت توجیه کنه و پرده برمیداره که چطور حجاب جایگاه ویژه داره در جمهوری اسلامی. اشاره کنم که آقای خامنه‌ای با وجود اینکه این برخوردها رو میبینه، اما پیغام هم داده به ائمه جمعه، تاکید میکنه که شما در برخورد با این مسئله متین، بدور از احساسات و منطقی باشین. چرا؟ چون همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگانش در کرج گفت این کارزار زنان محجبه مانند اتفاقی که در جنگ صفین رخ داد و قرآن بر سر نیزه کردنه. اینجاست که خامنه‌ای براش افته میشه و به تعبیری میخواد مشکل اعتراض به حجاب اجباری تبدیل به یک تهدید امنیتی برای نظامش نشه، و به خاطر اینه که به نوعی تلاش میکنه یک حجاب اجباری حفظ شه. چرا؟ چون حجاب گره خورده با درمایه ایدئولوژیک نظام، و از طرف دیگه جنبش اعتراضی زنان ایران و اعتراض به حجاب اجباری یک جنبش اعتراضی در کنار دیگر جنبش‌های اعتراضی نباشه و تهدید امنیتی متوجه شخص اول نظام و البته این حاکمیت استبدادی در ایران نکنه. ممنونم از همکارم مرتضی کاظمی در استودیو همراه من.